چجوری دعوت به کار شدین؟ اصلا یادتون هست؟ آیا به گزینه دیگه فکر کرده بودن؟ مسلما سخت انتخاب کردن. شما چطوری دعوت شدین؟ اینا رو یادتون میاد؟ بله، من فکر کنم تازه نه دیپلم نگرفته بودم، یه چیزی تو اون حدود سنی. پدر من دوستی داشت به نام آقای جمشید گرگین که ایشون یه شب که اومدن خونه ما گفتن که دوستم که تو فیلم میرزا کوچک خان من بازی کردم، تو فیلمش بهروز افخمی دنبال بازیگر میگرده، این شد که منو معرفی کردن و من نمیدونم کاندیدی بود نبود چیه، ولی اتفاق فکرم سریع افتاد. و بعد انتخاب شما عمدتا با کسایی بود که اسم و رسم دارن، یعنی حداقل جزء بازیگرانی هستین که کم اشتباهین، و فکر میکنم که شما جدا از این که خوش شانس بودین خیلی هم خوب انتخاب میکردین. اون سال دقت میکردین به این چیزا یا اینکه نه؟ خب اینو بارها گفتم که دقیقا نمیدونم به چه صورت بود که، ولی چیزی که مثل همین الان که فکر میکنم، من تحت تاثیر چیزی قرار نمی گرفتم و اینکه الان یک فیلمی کار کردم که خیلی پرفروش شده، دارن منو میشناسن و سناریوی اینطوری برای من می اومد، این منو اصلا تحت تاثیر قرار نمیداد. چون من خب کتاب می خوندم، مجله فیلم ها رو می خوندم و می دیدم که آدم با فیلم زیاد کار کردن موقعیتی پیدا نمی کنه. اینو می دونستم، بنابراین اصلا تصمیم گرفتم که اصلا کار نکنم، چون فکر کردم که مثلا چه دلیلی داره که مثلا حالا من بخوام فیلم هایی کار کنم که در نقش یک دختر نوجوانی که مثلا یکی عاشقش میشه یا اون عاشق یکی میشه، قصه های عاشقانه به این صورت. بنابراین ترجیح هم این بودش که بتونم توی سینمای روشنفکری، سینمایی که فکر پشتش هست، اونجا کار کنم. و این احتیاج به زمان داشت دیگه، احتیاج به این داشتش که کار نکنی، صبر کنی و اینا، که اصلا واقعیتش اینه که فکرش هم نمی کردم مثلا مهرجویی بیاد سراغم، چون حدس می زدم این نوع کارگردان ها با بازیگره دیگه کار میکنن و منی که مثلا فیلم عروس رو کار کردم شاید اصلا مهرجویی عروس رو ندیده باشه. به عنوان یه خانوم بیشک توجه زیاد میگیرین و میگرفتین، شما تمام استانداردهای لازم رو دارین، یک زن فعال اجتماعی هم بودین. برام یه چیز خیلی جالبه در مورد این خانوم ها که شاید هم خیلی زیاد نباشن، خودشون عمدتاً جذب چی میشن، به چه چیز توجه میکنن، حتی در مورد مرد، نه حتی عاطفی، یعنی چه چیز ممکنه در یک خانومی که خیلی توجه میگیره استانداردها رو داره؟ چون همه اینا به نظر من بخشی از ذهن رو و احساسات رو تکمیل میکنه و آدم ها رو کمتر عاطفی میکنه. خواستین که شما یه ذره آبامایی هستین، اگه به ما هم اعتقاد داشته باشین و سختگیری شما رو به این روند اضافه کنیم، چه چیز ممکنه خانم کریمی اون موقع رو جذب میکرده و چه چیز میتونسته باعث چه به یکی توجه کنه، چه ویژگی؟ خیلی روانشناسی شد دیگه. خودت به من بگو، شما که شما که به نظر من زیبا و جذاب. شما من میتونم سری از اخلاقاتون رو حدس بزنم؟ به نظر من شما خیلی سخت گیرین، جدا از اینکه اینو میدونم به طب حالا دیگه اونقدر هم سخت نمیگیرم، ولی واقعا به چه چیز خیلی توجه میکنین؟ یعنی باهوشی آدم ها براتون مهمه؟ ادبشون مهمه؟ چه چیز ممکنه؟ خانوما و آقایون یا الان آقایون؟ جدا کنیم، اول خانوما رو بگیم. واقعا ببین نمیتونم خیلی، حالا فکر کنم که بحث طولانی میشه ولی نمیخوام پیچیدش کنم، چون همه ما آدمیم، داریم تو همین جامعه زندگی میکنیم. شاید اون آدم بودن و انسان بودن و اینکه کسی که فکر میکنم که حق کسی رو نمیخواد پایمال کنه و اینجور چیزا، چه تو خانوم ها چه توی آقایون، خب برام مهمه. ویژگی های انسانی و کسی که روی توانایی های خودش متمرکزه، این شرط برای من توی خانوم ها خیلی دیدنش لذت بخشه. میدونین به خاطر اینکه خانوما به خاطر تاریخچه و همه اینا یکم بهشون گفته شده که شما خانومین، این گاهی اوقات برای خودشون دردسر سازه و تمرکز زیادی روی جنسیتشون میکنن. ولی خانومایی که سعی میکنن که نه این بخش رو بزنن کنار و فعال باشن، این برای من جالب هستش. معمولا یه ویژگی که توی خانوما میپسندم. توی آقایونم خب مثل هممون دیگه
چه میدونم احترام باهوش بودن، درک زن بلد بودن، یعنی مردی که بتونه موسیقی خوبو بشناسه، کتابو بشناسه. شما خودتون خیلی فعالین و اگر کسی چه جایگاه شما رو داشت هرگز یه سر چیزای دیگر رو ریسک نمی‌کرد که تجربه کنه. شما کارگردانی کردین، فروخوانی کردین، میدونم که با توجه به علاقتون به ورزش و شاید فوتبال سمت مستندسازی رفتین، برنامه سازی کردین. هیچ وقت نترسیدین که جایگاهی که دارین رو از دست بدین؟ کاملا. و همیشه ریسک یاد میکنین؟ آره، یعنی اصلا فکر میکنم که هر وقت که از یه جایگاهی آدم بترسه و فکر کنه که مثلا این کار نکنم، این الان ممکنه که این اتفاق بیفته، مردم منو اینطوری دیدن، عادت کردن، اینا چیزی که برای بازیگر زیاد خطرناکه یکم به نظر من. نمیدونم، شاید هر کسی یه نظری داشته باشه. ما با خودتون بیشتر آشنا کنین، چه چیزی نقطه ضعف شماست و چه اخلاقی بعد در شما بوده که این همه سال شاید از آدما روشون نشده به شما بگن یا شاید خیلی بست پیدا نکرده؟ مثلا میگن شما خیلی خودتون رو میگیرین، راست میگن؟ نه، واقعیتش اصلا نه. این یه چیزیه که به نظر من تعبیر شاید صحیحی نباشه و اگر که راجبه یه خانم صحبت از خود گرفتن اینه که مثلا چه میدونم زیادی برای خودش ارزش قائل نیست، که خب بله، نه اینطور نیست، من برای خودم ارزش قائل، ولی نه این چیزا نیست. من خودم فکر میکنم که گاهی وقت زیاد سخت میگیرم، مثلا اگر که دارم این فیلم کار میکنم شاید با گروه همه اینا یه کمکی مثلا تکرارا یا اینکه جدی گرفتن نه این باید اینطوری اتفاق بیفته، اینا یه کمی شاید اینطوری برداشت میشه. بعدم اینکه واقعا استراحت نمی کنم، این یه چیزیه که خودم به خودم میگم جزو اخلاقایی که بر روش کار کنی و زیادی هم دیگه نباید کار کرد، اینم یکی از چیزایی که خودم به خودم میگم. ولی روحیتونه به نظرم شما کلا فعالی نیست؟ بدترین اتفاق امسال؟ امسال کلا فکر کنم یه کمی سال چندان خوبی نبود، با اینکه من خودم مثبت فکر میکنم. یاد داشتات کجا سوالات روزی نمیبینم. آره امسال از اولش خب جالب نبود. من فکر میکنم که دوستای خیلی نزدیکم، آقای کیارستمی که به هر حال مریضی شما در جریان بودیم، میرفتیم میومدیم اینا، این سال خب هیچ کدوممون از یادمون نمیره با اتفاقی که افتاد و باستابش هست تو کارمون، تو زندگیمون، تو رویاهامون هست. شنیدیم که آقای میرم گفتن که قصوری نداشتن. ما انسانی مثل همون خلبانی که میزنه هواپیما، اشتباه انسانی هواپیما میفته، از این طرفم این مشخصه که این اتفاق افتاده، یعنی ماهی که در جریان هستیم دیگه، مردم هم که اصلا در جریان قرار گرفتن، سهل‌انگاری بوده و این سهل‌انگاری باعث شد که یک آدم بزرگی رو ما از دست بدیم. و دیگه این حرفایی که زده میشه، من نمیدونم، یه آدمی دزدی میکنه میبرنش دادگاه، هزار تا سوال ازش میکنن، حالا یه آدمی اومده قصور کرده، بازم اینم میاد توضیحات خودش رو میده که بیاد شونه خالی کنه از این قضیه. از اون طرف ما میبینیم مثلا توی ژاپن، کره، یه نخست وزیری وقتی که یه اتهامی بهش میزنن یا یه ماجرایی برش پیش میاد، همون روز خودکشی میکنه. یعنی اینقدر بار مسئولیت براش زیاده. من دلم میخواست مثلا لااقل این شخص میومد یه عذرخواهی میکرد، یا مثلا میومد یه توضیحی میداد، میگفت من اصلا چه میدونم تایم عید بوده، رفته بودم مسافرت، یه توضیح ما ازش میگیریم، تا اینکه هر روز روزنامه رو باز کنیم ایشون مثلا بگه سرش خورده بود به دیوار یا چیزای اینطوری. فکر کنم این بیشتر دامن میزنه تا اینکه ترویج اخلاق انسانی بشه. برجد شما با آقای کیارستمی به واسطه خیلی از کارها نزدیک بودید، چیزی هست که از ایشون یاد گرفته باشین و تو ذهنتون مونده باشه؟ خب ببینید، ماجرای 12 سال دوستی و آشنایی با یه شخص مهم مثل عباس کیارستمی رو واقعا نمیشه توی یکی دو جمله همتون گفت و من باید یه وقتی بذارم و خاطراتم و تفکر ایشون رو برای کسی که اصلا دوست دارن به نظر من شاید بدونن، یک زمانی رو بذارم و اینو بتونم بنویسم یا اینکه ضبط کنم.
به هر حال یک چیزی که فکر کنم که خیلی ها نمیدونن و میتونم راجع به ایشون بگم، شاید دقیقا مثل من که مثلا از دور میگن خودشو میگیره یا چقدر مغروره اینا، ایشون هم از روی عکس مثلا همچین ذهنیتی ایجاد میشد یا من شنیده بودم این ورمر، در صورتی که اصلا اینطور نبود، کاملا برعکس اونایی که نمیشناختنش و حرفایی که به هر حال یک کمکی آدم میشنوه. اون نمیدونم، خب چیزای کوچیک زندگی اینا که بکنار، خب اینا که واقعا قطعا با خانواده بودن، سلامتی فکرای خوب اینا بکنار، وقتیه که آدم مثلا میتونه یه پروژه‌ای و بعد از سختی های زیاد تو وزارت ارشاد و این ور اون ور هندل کنه، این خب با بگی خدا رو شکر و این به نظر من خیلی آرام بخشه و چیز. اینطوری نیست که یه فیلم کمدی ببینم و بعد مثلا آدم های جدی اینجوری هست. آره یا مگر اون فیلمه باید دیگه خیلی چیزه در این صورت میگم اینا دارم بشین زیاده، میتونه سفر باشه، میتونه با دوستان بودن باشه، ولی اون چیزی که خیلی علاقه دارم تنیسه که خب سالهاست ادامه دادم و یه جورایی میتونم بگم حرفه‌ای بازی میگم، نمیخوام تعریف کنم، ولی چون از بچگی بازی کردم این دیگه یه علاقمه، مثلا شما که شاید وسط کارتون هم یه وقتی رو پیدا کنین برای یه کاری، مثلا من اینجا هم که الان تو پیش تولیدم همین دیروز پیروز حتما رفتم صبح تنیسم و بازی کردم، این جزو چیزاییه که همیشه فراموش نکردم و خیلی مثلا خودم شدیدم که شما توی فوتبال بسیار علاقه بدید. فوتبال بازی میکنید اصلا؟ نه یک بار بازی کردم، اونم با تیم خانومای ملوان بود. آره؟ که چون اونجا ما فیلم برداری داشتیم اونم گفتن بازی داریم و به منم لباس دادن. خوب بود، تجربه خوبی بود، خیلی فوق العاده. تیم برد یا باخت؟ من هنوز دارم فکر میکنم چرا انقدر گل زدن رو میگن سختش. گل زدن؟ نه گل نزدم، یه گل زدم، ولی یعنی میخوام بگم گل خوردن طوری که نشون میدن آقایون خیلی سخته. البته این آقایون این اخلاقو دارن، دیدی؟ آره همه چی رو خیلی سخت نشون میدن و این استعداد ها، حتی رانندگی مثلا یه دفعه میخوان بپیچن یه طوری که انگار الان، البته بدم نیست چون به نظرم خانم ها انقدر همیشه حس میکنن که بعد همه چی راحت نشون بدن، سخت‌ترین کارا هم به خودشون فشار میارن. قضیه رو نمیخوام فمینیستی کنم، ولی ماه پیش از هنگ کنگ می اومدم و یه دفعه دیدم که کپتن یه خانومه. واقعا مرد بودن سخته. بله. من داشتم میگفتم شما گویا که فوتبال هم خیلی علاقه بندید، حالا بازی هم کردید، ولی خب کلن خیلی گویا که پیگیرید. بله؟ گهگاه یه زمانایی هم پیگیر نیستم، مثلا واقعا امسال زیاد وقت نکردم ببینم چه خبره، ولی مثلا دوستان بهم میگن این تیم برد اون تیم، ولی یه چیزی که چون همیشه فوتبال به نظر مثل زندگی میاد، این برد و باختاش و این اتفاقاش و اینا، بعدم یه تیمای دوست دارم چه اون ور چه این ور، که خب عمدتا کسایی نیستن که به هر چیزی بخندن یا هر چیزی براشون جالب. از بچهای گروه هم ما اینجا باید سوال کنیم، واقعا تنها کسی که توی گروه دائم سعی میکنه یه چیزی رو بگه که، یعنی اصلا اینطوری نیست، جدیت کار باید باشه چون نمیتونیم که، کار سینما کار جدیه، ولی این که نخندیم اصلا، باید این فان و این حسای خوب باشه و اصلا همینه که ما در طول روز میتونیم از زندگی اون لذت ببریم، کارمونم به موقعش جدی انجام بدیم. این حالتیه که من خودم دوست دارم که توی این محیط کار کنم. اگر قرار بود که بازیگر نباشین چه کار میکردین؟ خیلی علاقه به روانشناسی دارم و فکر میکنم که حتما توی اون زمینه میخوندم و بعدم مطب شاید داشتم و اصلا خیلی از آدم ها الان سمت جراحی مختلف میرن، چه این جراحی بهشون بیاد چه نیاد، گاهی حتی درش افراط هم وجود داره. دلم میخواد بدونم که اگر شما قرار بود با همون حضور روانشناسیتون از کسی میخواستین یا از جامعه میخواستین که این کار رو نکنن، خودتون موافق بودین؟ یعنی شما با عمل جراحی برای زیبایی موافق هستی یا مخالف؟ و اگر بود چجوری یک آدم متقاعد میکردین که این کار نکنه؟ هیچ وقت این کار رو نمیکنم. من چون کلن هیچ کسی رو به خاطر کاری قضاوت نمی کنم. تو اصول روانشناسی اومدی پیش من اینو بدون. چون هر کسی احتمالاً یه دلیل خاص خودش رو داره برای هر کاری که دارن. این به هر حال علم پیشرفت کرده و چرا که نه، حالا تو هر زمینه ای چیز عجیب غریبی نیست. حالا بله تو کشور ما صحبت از این هستش که الان چرا انقدر زیاد داره این اتفاق میفته.
چرا مثلا خانوما لوازم آرایش زیاد استفاده، این هم چیزایی هستش که دیگه فرهنگ سازی شده. تا این فرهنگ بخواد جایگزین چیزی بشه که حالا مثلا کمتر و اینا، احتیاج به زمان داره که اونم خود هر شخصی باید بنام. با چه بازیگری دوست داشتید بازی کنه و پارتنر تو باشه و هیچ وقت یه اتفاق نیفتاده؟ گیم آف ترون رو دیدی؟ بله اون شخصی. به نظر شما مرد ایدئال چه جور مردیه؟ یا مرد ایدئال شما چه جور مردیه؟ تو آره، دقیقاً به این موضوع فکر کردم که چرا خانم‌های فقط یک سری نقش‌ها رو دارن و ما یه جذابیتایی هم بهش اضافه کنیم و موتور سوار میشه این خانم. حالا من قصه رو نمیگم چون لو نره تا جشنواره فجر که ما هم صحبت میکنیم، ولی الان یه چند جلسه است دارم میرم و اولی سخت بود، چند بارم زمین خوردم، موتور برگشت روم. آسیب هم بدی؟ سال من بوده آسیب آره پام پا. چیز شده بود. حالا نشکست شکرم خانم کریمی، میدونم که سرتونم شلوغ بود، وقت گذاشتین دارین پیش تولید فیلم رو انجام بدین، من از طرف شبکه اپیدو و همینطور مخاطبا از شما متشکرم. مرسی عزیزم، لطف کردین. ممنون سپاسگزارم. خدا حافظ.